ماه ایونی سال گذشته در تاجیکستان مردی را با گمان قتل زن دویومش بازداشت کردند. مقامات گفتند پس از جنجال و دعوای اویلوی شوهر همسرش را آتش زده است. ماه ایول از مرگ یک زن 23 ساله خبر رسید که به قول نزدیکانش بی‌خبر زن دوم شد و با گذشت وقت تحت فشار همسری اول شوهر و خانواده او خودکشی کرد. این تنها دو مثال از فرجام فاجعه‌بار دوزانگی و سرنوشت زنان دوم در تاجیکستان بود. چنین مثال‌ها زیادند و امروز در سلام خواهر درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. می اومد در یک هفته یک بار روز شنبه خونه من می اومد، تمام دیگر روزا قطعی زنش زندگی میکرد. در عرفیت میگن که در بینای بدبختی یک کس بینای خوشبختی ساخته نمیشود. سلام بیننده عزیز، در این برنامه از سرنوشت زنان دوم و فرزندان آنها میگویم. زنانی که در اکثر حالت ازدواج و زندگیشان از چشم جامعه و قانون پنهان میماند و بعد جدایی از شوهر با کودکان تنها میمانند و نمیدانند به کی و کجا مراجعت کنند و چی کار کنند. در تاجیکستان دوزانگی یا چند همسری منع است و برای آن جزا تعیین شده است. اما کم نیستند مردانی که دو زن دارند. ده ها زن پنهانی از چشم دیگران دانسته یا ندانسته همسر دوم یا سوم مرد می شوند که جای دیگر خانه و در و چند فرزند دارد. آمار درباره تعداد زنهای دوم در تاجیکستان وجود ندارد، اما مقامداران همین را اعتراف کرده‌اند. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت گفته است که با وجود منع بسیار زنی در کشور دوزنگی و چند همسری به نظر می رسد. در این باره که چرا زنان راضی میشوند زن دوم باشند دیرتر صحبت میکنیم. حالا به سرنوشت زن توجه میکنیم که چند سال پیش همسری دومی یک صاحب کار بود. از او دو فرزند دارد و اکنون همان پدر به قول زن میخواهد بچه ها و مادرشان را از خانه محروم کند. بعد میگفت که وای میکنم پرنده مثال بیا بگیرم اویله دار میشیم، چه زندگی میکنیم، کودکاتا با کلا میگیرم، نگاه بینشون رنگ خودم فرزندای خودم نگاهشون میکنم. خیلی تمشون نداریم، من مثال زن ندارم. با همین وعده‌های امیدبخش و برای آینده فرزندان نیمه یتیمش پروینه راضی شد که دیگر باره شوهر کند. شوهر سابقش از روسیه او را تلفنی طلاق داده بود و پروینه با دو فرزند در خانه والدان میزیست. میگوید که بعد از چند سال وقت دوباره پیشنهاد ازدواج گرفت، نمیدانست که زنی دویوم میشود. در یک ساعت 4 کوارتیره گرفته بودیم، اما جمعه رفتیم نه که قطیمه مثل پستایانی نبودیم در خونه و چند میرم گفته. بعد بعدا فهمیدم که حوالی دوره در اون پایون کاروان خونه خودش در میره و میوید. زنش اومد بازار کاروان خیلی کمتر خیلی نوفامیو شدن چیوی کردیم. دو دوی کردنم خیلی جنگ کردیم، دو کسی هم خیلی چیدیم. بعد خیلی فهمیدم که خیلی زن داره، اما وقت همه بچه هم در قدم بوده احتم جانم. بعد گفتم که شما چی کردین مثال مرا؟ فهم کردین مرا دروغ گفتین که من زنم جدویم، شما زن داشتین. گفت که بچه مردک مثال 4 زنم گیره روای گفته. به نقل پروینه بعد از این ماجرا شوهرش یک مدت او را سراغ نکرد، اما سپس برگشت و زندگیشان اگرچه به سختی اما ادامه کرد. شوهر پروینه در بازار کاروان تجارت دارد. آنجا با هم آشنا شدند و پس از چند سال کار به گفته پروینه یک جا پول جمع کرده خانه خریدند. شوهرش فقط هفته یک یا دو بار در این خانه مشترک مهمان میشد. یک روز اومد گفت که زنم قطعی جمع شدیم مرا پولنی خونه سر کرد. با گفتم که بچه کمک گفت که هیچی، گفته امیجا خیلی استودن میگیرم تا با آرام شدن شد. بعد بسیار غمی داده امی مقصد پشتی تو مرا حرام مرا غمی تیه مرا خیلی دشمنو بیزی میکرد. پروینه میگوید با درک احساس و عذاب روانی زن اول شوهرش عذاب وجدان کشید و تصمیم گرفت با وی صحبت کند. بعد من رفتم راست پیش بخچانم، رفتم گفت که میزنم بخچانم که دستش قبیدم. گفتم گلناره بشیمت را میفهمونم که اینجا چی گپ هست. من هم گفتم مثلا پیشت جنگ نیومدم بعد قطعی صحبت کنم همچوزه. بعد خیمش را فهموندم دختر تو مرا بفهم که مرا شد فهم کرد. پروینه هم میگوید بعد از تولد دو فرزند از این شوهر زندگیش تلختر شد. به قول او خودش را میزد و فرزندانش را بد میگفت. به مثل بسیاری از زنان دوم که با تولد فرزند و زیاد شدن تشویش ها مناسبت شوهر با آنها تغییر میکند و در نهایت تنها میمانند. کمکش میدیدن نداشت، فقط میگفت که روان برای خود نیو چند مونده بیو. من میگفتم آخ شد، میگفتی که من فرزندای ترانگی فرزند خودم نگاه میکنم، برای چی تو مرای خیل میگوی؟ من با خاطر هم یار شوهر کردم. خیلی میگفت که سومی خون را نیم شته یا که برو دف شده، فقط گپ شمی بود. پروینه نقل 5 سال پیش را میکند. حالا از شوهرش جدا شده است. به نقل زن، مرد با زن دیگر ازدواج کرد و آنها را از خانه راند. نظری با نظر شیرخانوف شوهر پروینه درباره ادعاهای زن معلوم نیست. او به سوالهای ما پاسخ نداد. پروینه میگوید برای بی‌سرابان نماندن کودکان با جنگ و جنجال دوباره به خانه برگشت و اکنون 4 سال باز بحث آنها بر سر خانه در دادگاه ادامه دارد. در این مدت از سوی دادگاه ناحیه فردوسی و دادگاه شهر دوشنبه 3 دفعه حلنامه صادر شد که کاملا از هم فرق دارند. یک بار بحث به فایده مرد حل شده و زن با امر دادگاه از خانه محروم شد. قرار دوم به فایده زن انجام یافت و بار 3 قرار شد که خانه مشترک آنها که همگی از یک حجره عبارت است بین زن و شوهر برابر تقسیم شود. پروینه به امر دادگاه راضی نیست. میگوید که فرزندان زن دو هم فرزندند و با وجود آنکه نسب پدر را دارند در دادگاه حق آنها به نظر گرفته نشده است. برای چی و حق کودکوی ما را در اینجا تقسیم کردن؟ خونه ما را دو تقسیم کردن، 8.5 کвадрат و درست 8.5 کвадрат مده در یک حجره. اینا کس بیارن امروز قطعا مسکون کنم، ما در اینجا سوز میگیریم. بعد که همین قدر ما را لات کوب میکرد و قدر کروشیده بود. نه خود تو این قدر زنو به قدر شیده باشد، حقوق نداشته باشد. من 4 فرزند کلون کردیستم. خانه را در حال بزن با 4 فرزندش و مرد برابر تقسیم کردند که بر اساس خلاصه کمیسیون حقوق کودک ناحیه فردوسی این خانه تنگ برای زندگی کودکان مناسب نیست. پروینه میگوید آنهایی که فکر میکنند زنان دوم زندگی خوشبختانه دارند و از توجه بیشتر برخوردارند خطا میکنند. خیلی زندگی زن دوم زندگی هم نیست به فکر من. خیلی که مثال وقتی اولتایو همه وقت شوهر در پیشتایو در بلوی سری کودکوتای بود دیگره. باید اون کس توصیه نمیتون که زن دیگیم باشن. در تاجیکستان فرجام سرنوشت بسیاری از زنهای دوم و سوم تقریبا چنین است. به گفته جامعه شناسان در اکثر حالت عمر عائله آنها دراز نیست. اگر جدا هم نشود زن و فرزندان اکثرا پنهان میمانند، ولی اگر جدا شوند به دلیل قانونی نبودن ازدواج زنان دوم و در برخی مورد فرزندان آنها هم از حمایت قانون در کنار میمانند. طبق آمار وزارت عدلیه از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با 2 زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. بر طبق ماده 172 کودکس جنایی برای بسیار همسری جریمه کلان یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. این ظهورات تنها خاصی منصبداران و صاحبکاران است و در میان قشر میانه حال هم مردان کم نیستند که صاحب 2 همسرند. ازدواج دومی آنها اکثرا زمانی آشکار می شود که زن از شوهر جدا شده برای دادخواهی به مقامات یا حقوق شناسان مراجعت می کنند. با مرکز باوری کمیته کار با زنان و عائله هم معمولا زنان دوم یا سیوم بعد طلاق گرفتند مراجعت میکنند و میخواهند حق و حقوق فرزندان خود را بدانند و از آن دفاع کنند. پس از اونی که با ما مراجعت میکنند آنها علاقه فرزنددار هستند و میخواهند که حق و حقوق کودکان خود را دانند و ستانند از شوهرهایشان. ما تنها با آنها برای مقررات پدری روانسازی میکنیم به مقامات سودی و برای ستاندن الیمنت تنها به مقامات سودی حجت های آنها را پیش بینی میکنیم، عریضه های آنها رو. البته ما میگیم که برای چه سری بر وقت همین مسئله های در نزد شوهرتون نگذاشتید؟ بعد در اونجا میگن که وایو ما تهدید داشتن که اگر مثلا افشا کنن و همون وایو گیرن معلوم، اما از بحر تو میگذاریم. آنها به همین حالت طاقت کرده تا اون دمه که خودی مردها اونها پرتفته نروند مراجعت نمیکنن. البته کودکان که در زیر حمایه دولت هستند امروز دولت کودکان رو هم تو نمیگذارد، البته طریق مقامات های دفتر حفظ حقوق آنها با مقرر کردن پدری نام و فامیلی پدرشون نمیگیرند یا اینکه الیمنت رویانده می شود. ولی متاسفانه همسرانی که زن دوم دارند از برخی حقوق محرومند. از حقوق شناس نرگیز مرادوه که کارش کمک به این گروهی زنان است پرسیدیم چی زنان را وادار میکنند که زن دوم شوند؟ زن‌های به ما مراجعت میکنند که آنها باز شوهر کرده جدا شدند، با یک یا دو کودک ماندند، در نیمه راه زندگی اند و سوال جواب میکنیم که برای چی به همین راه رفتید، برای چی راضی شدید. ما وقتی که با آنها سوال جواب میکنیم آنها از شرایط قندی زندگی خود مثال یک وای میکنند که مثال با کودک در کوچه ماندم یا که پدر و مادر در خانه پدر و مادر با کودک نگنجیدم یا یگان بهانه های دیگری دارند که کار نمیکردم مثال یا اینکه یک علمی وای نداشتم که تحصیلم رو دوام تیم یا که در یکم جا فعالیتی کاری کنم و به همین سبب باز جن دوم گرفته شدم. با گفته متخصصان بعضا زنان به دام فریب میافتند و مردان دو زنه و سه زنه را جدا شده پنداشته به آنها باور میکنند. افزایش جدایی عائله ها و زنان تنها از سبب های دیگری بسیار همسری در تاجیکستان گفته می شود. اویله ها از همدیگر جدا می شوند و قسم زیادی آنها اویله های جوان هستند و دختران از سن 21 ساله 24 ساله 25 تا مثلا سن 30 ساله یا 35 ساله از اویله محروم می شوند. البته به همین راه خطا گویم دست می زنند و ببینید این چی است. اگر ما فرزندانی چی فرزندی پسری باشد چی فرزندی دختری به همین حیات مستقلانه آماده کرده بعد به شوهر دهیم یا اینکه برای پسرانمون فرزندانمون بعد مثلا همسر انتخاب کنیم یا انتخاب آنها را مثلا پذیرفته آنها را عائله دار کنیم، شاید همین پاشخوری عائله های هم در سطح جمهوری تاجیکستان کمتر دیده شود. بعدن شاید چی گویم زنای هستند که از اویله یکم جدا شدن، از اویله یکم ندیدن همون مهر محبت صداقت، بعدا فکر میکنن که اگر اویله دوم برپا کنن زندگیشون خوش میگذرد. چند سال پیش یک پرسش میانی صدها زن در تاجیکستان معلوم کرده بود که 50% طرفداری چند همسری اند. طرفداران بسیار همسری معمولا به دین اسلام تکیه میکنند که به مردان ازدواج با 4 زن رو هم اجازه میدهد. یگان زن نمیخواهد که همسری وی به بالای وی زن آورد و یا زن دوست داشته دیگر داشته باشد. یگان زن این را قبول ندارد، زیرا که در یک برآمدم بود در بین امام خطیبان مسجد جامع مثلا درباره سیاست گندری جمهوری تاجیکستان مثلا درس میگفتم، درس میگذاشتم در بین امام خطیبان مسجد ها و در همونجا یک نفر مثلا امام خطیب پیدا شد که سوال داد که معلمه مثلا هستم مراجعت هایی که مثلا برای زن دوم شدن جانبداری کرده باشند. من فکر کردم گفتم که نه نشاید و بفکر فکرم یک دو وای بود از جانب زنها نبود و از جانب مردها بود که مثلا وای همین زن دوم اجازه داده شود، چی راه گندگی دارد. من بعدا یک سوال دادم، من گفتم که دوملا شما میخواهید که مثلا زنها هم دو شوهر داشته باشند؟ یعنی خود تصور کنید که شما یا زنتون گفت که دوملا همین شب در محکم کردن نقص خوب روید من نزد جورتان رفتم، شما چقدر قبول میکنید؟ گفت که دلم میکفد. من در سوال وی جواب دادم که ما زنها هم دل داریم، دل ما هم میکفد. وقتی که ما شوهرمو میگه که میبخشی زنک جان این شب در کودکای نظر کن در محکم کن نقص خوب رو من شب نزد دوگانه رفتم. من فکر میکنم که در این مسئله یگان زن راضی نمیشود، زیرا که همه انسان است، همه به مهر و محبت به سخن نیک به شیرین گفتاری به یک جایگاه گرم به یک خانه آباد نیاز دارد. با گفته حقوق شناسان نو و بسته از آن که فرزندان از زنی اولند یا دوم مثل همه حق و حقوق دارند و این حقوق باید حمایت شود. کودکانی که از زنان دوم به دنیا می آیند حالا در تاجیکستان می توانند نسب پدری خود را بگیرند و با مقرر کردن پدری زنان امکان دارند برای گرفتن حقی آنها تلاش کنند. اما زنان دوم که از شوهر طلاق گرفته با کودکان تنها ماندند میگویند نه همیشه در دادگاه‌ها حق کودکان به نوبت گرفته می شود. مثل پروینه که میگوید از ناآگاهی زنی دوم شد و حالا برای یک سرپناهی تنگ با او در دادگاه بحث و کشمکش دارد. حقوق شناس میگوید پروینه و هم تقدیرانش نباید ناامید شوند و برای حق قانونی خود باید مبارزه برند. تلاشش رو دوام دهد برای که اگر یک خواجگی عمومی داشته باشند کودکان به نام پدر باشد و در اینجا که بسیار نکاحی در جمهوری تاجیکستان ما منع است، نکاحی رسمی نداشته باشند، این مرد آنقدر حق و حقوقی به این منزل ندارد و از نکاح حقوقی بگیریم. اگر مثال باید که تلاشش رو دوام دهد این زن برای حق و حقوق کودکان خودش را زیادتر از این مرد ستانیدن برای به سود مراجعت کند. باز همصحبتان ما امیدوارند قضیه پروینه، قهرمانی برنامه امروزه ما که 4 سال باز در دادگاه بحثش ادامه دارد، در نهایت به فایده کودکان انجام یابد و آنها به سرپناه نمیمانند. برای پیشگیری از تکرار چنین سرنوشت و فاجعه‌های بدتر از این، جامعه شناسان به زنان مشورت می‌دهند که قبل از قبول پیشنهاد ازدواج با مرد، آینده خود و فرزندانشان را اندیشه کنند. با باور آنها تا زمانی که شمار زنان تنها زیاد است و وضع اجتماعی خوب نیست، این روند ادامه خواهد کرد. از طرف دیگر به جزا ماندن مردان دوزانه و با جریمه خلاص شدن آنها را یک عامل بی‌ثمر بودن تلاش‌ها برای از بین بردن بسیار همسری در تاجیکستان می‌دانند. بیننده عزیز، شما هم می‌توانید زیر برنامه سلام خواهر فکری خود را بنویسید یا پیشنهادهای خود را فرستید و بگویید که در کدام موضوع می‌خواهید از متخصصان معلومات و مشورت بگیرید. ما انتظار پیام‌های شماییم. خدا نگهدار.